سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 4 مرداد ماه 26 ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. اعتراض‌ها به جمهوری اسلامی به خیابان‌های تهران کشیده شد. معترضان علیه خامنه‌ای و روحانیون حاکم بر ایران شعار دادند. گزارش ایران اینترنشنال از محاصره شهرک علوی اهواز و جو شدید امنیتی در خوزستان طی شب گذشته. بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. همزمان ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان در حمایت از اعتراض‌های خوزستان تجمع کردند. نتیجه اعتراض‌های مردم و کسب و کارهای آنلاین، مجلس از مطرح کردن طرح کنترل اینترنت عقب نشینی کرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید این طرح در دستور کار امروز نیست. و در گذشته بنیانگذار تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، حبیب لاجوردی در 86 سالگی چشم از جهان فروب است. در ادامه اعتراضات سراسری در ایران بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، مردم در خیابان جمهوری تهران تجمع کرده و علیه حاکمیت شعار دادند. بیشتر بشنویم در رابطه با این تجمع در تهران از همکارم علی شیرازی. مشخص بود که این اعتراضاتی که از خوزستان شروع شد به بحران بی‌آبی و مشکلاتی که اونجا وجود داشت به تهران هم خواهد رسید، به خاطر اینکه ملت ایران یک ملت واحد هست. عرب و عجم و کرد و ترک و بلوچ فرقی با هم ندارن. درد مردم خوزستان درد مردم تهران هم هست، مشکلاتی که اونها دارن مشکلات مردم تهران و جاهای دیگه هم هست، و بنابراین طبیعی بود که بعد از تبریز و بجنورد و جاهای دیگه این اعتراضات به تهران هم کشیده بشه. و دیدیم که در اینجا علیه اصل حاکمیت جمهوری اسلامی شعارها داده میشد. یعنی مردم ایران میدونن که تمام مشکلاتی که الان با اون دست به گریبان هستن و با اون مواجه هستن به دلیل عملکرد نامطلوب رژیم حاکم بر ایرانه، که اونها رو در تمام زمینه‌ها در واقع به سمت سوی سوق داده که راهی جز اعتراض و فریاد زدن و شعار دادن علیه جمهوری اسلامی و رهبر اون در خیابان‌ها براشون باقی نذاشته. توضیحات همکارم علی شیرازی رو میشنیدید. در همین رابطه از جابر رجبی تحلیلگر سیاسی از تهران پرسیدیم با توجه به اینکه اعتراض‌ها از خوزستان شروع شد و به تهران رسید، اینکه امروز شاهد راهپیمایی در خیابان جمهوری بودیم نشانه چیست و چه اهمیتی دارد؟ این یک مسئله اجتناب ناپذیره. بالاخره شما این رو بدونید که این اتفاق میافتاد، یعنی این تظاهرات به تهران کشیده میشد در قلب تهران و این تعطیلی ها هم علاج مسئله نبود، و این نشانه اینه که مردم واقعا کاسه صبرشون لبریز شده. یعنی این یکی از بدیهیاته که مردم امروز کاسه صبرشون به شدت لبریز شده و خشمگینن.
حاکمیت پیشبینی تظاهرات رو کرده بود. من چون دیشب از منزل بیرون رفتم، غرب تهران و مرکز تهران رو حضور سنگین نیروهای امنیتی نظامی رو مشهود بود. یعنی حاکمیت پیشبینی این تظاهرات و این جوشش مردمی و کنش مردمی رو کرده بود و حضور بسیار پررنگی توی خیابون‌ها داشت. ما می‌دیدیم که حتی در این یک هفته‌ای که تهران تعطیل بود، باز هم نیروهای نظامی امنیتی در یه جاهایی که شاید اصلا ظاهر خیلی منطقه مهمی نباشه حضور داشتن و خودشون به نظرم حاکمیت منتظر این تظاهرات بود و میدانست که نمیتواند جلوی این رو بگیره و اجتناب ناپذیره. خیلی دارم شجاعانه بگیم، خیلی با بدون هیچ تلطیفی واقعیت رو بگیم که مردم امروز ناامید شدن و آگاه شدن به اینی که حرف درمانی فایده نداره. یعنی اینی که شما فکر بکنید یک سری یک موقعی میاین میگوین این اصولگرا، این اصلاح طلب، این مشکلات به خاطر این مشکلات، هم فهمیدن مردم که مسائل ریشه‌ایه. و من فکر میکنم حاکمیت برای اینی که بتونه واقعا به سمت مردم برگرده باید بشنوه، باید واقعا فکر کنه. مردمی که میاین تو خیابون شعار میدن و خودشون آماده هر هزینه ای میکنن، چه اتفاقی براشون افتاده؟ یعنی ما وقتی صحنه های خوزستان رو میبینیم، بعد در تبریز میان بیرون، بالاخره این مردم یک شرایطی دارن که حاضر شدن بیان و خودشون رو در مزان خطر بذارن. من حتی فیلم های امروز تهران رو میدیدم، گویی که دیگه اون ترس و اونها هم نبوده، چون به یک جایی رسیده، به جایی رسیدن که واقعا یا مرگ یا زندگیه و حاکمیت باید این صدا رو بشنوه. توضیحات جابر رجبی تحلیلگر سیاسی از تهران رو میشنیدید. در ادامه از رضا حاجی حسینی روزنامه نگار پرسیدیم با توجه به اینکه در اعتراضها شعارها متوجه علی خامنه‌ای و روحانیون حاکم بر ایران است، آیا این بدین معناست که مردم مشکل اصلی را رهبر و عوامل او می‌دانند؟ از جمله سوالهایی که شعارهایی که اشاره کردم در سالهای گذشته هم وجود داشته، این شعار است که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. ما میدونیم که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، آمریکا به عنوان یک دیگری پیوسته مطرح بوده و مشکلات رو متوجه این دشمن کردن که خیلی جاها اساسا نقش دشمن فرضی رو داشته. اما در طول سالهای گذشته دوگانه ای حاکمیت ساخته بود، دوگانه ای اصولگرا اصلاح طلب، و این دوگانه هم باز میبینیم که عملا از بین رفته و به نظر میاد که افکار عمومی در واقع مسائل و مشکلات رو متوجه شخص اول کشور میدونه، ولی مطلق فقیه، که خب ما میدونیم در حوزه اختیارات او اختیار مطلق داره، اما در حوزه پاسخگویی عملا هیچ پاسخگو نیست و پیوسته مسئولیت رو متوجه دیگر ارکان نظام میکنه. الان به نظر میاد که دیگه افکار عمومی این رو در واقع نمیپذیره، قبول نمیکنه و میخواد که مسئولیت رو همون کسی بر عهده بگیره که تصمیمات اساسی رو میگیره، تصمیم اول و آخر رو میگیره. ما میدونیم که آقای خامنه ای میگه در حوزه سیاست خارجی آنهایی که تصمیم سازند به طور مشخص او از نظام یاد میکنه و ما میدونیم که به نوعی اسم رمز آقای خامنه ای نظام، نام مستعار اوست. وقتی این تصمیمات رو متوجه خودش میکنه و عوامل و دستگاه های مختلف رو عوامل اجرا میدونه، خب فکر میکنم که مردم این انتظار رو دارن که خود او هم پاسخگو باشه و به همین خاطر هم شعارها به طور جدی متوجه شخص او و روحانیون بلندپایه است. و اساسا این نظام جمهوری اسلامی خب بر مبنای اینکه حاکمیت روحانیون رو تثبیت کرده، پاسخگویی هم از اونها انتظار میره و به همین خاطر میبینیم که در شعارها هم این رویکرد وجود داره و روحانیون عملا هدف شعارها قرار گرفتن. توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو رو میشنیدید. 11 شب از اعتراضات خوزستان با جو شدید امنیتی گذشت. مردم معترض به بی‌آبی که برای حق اولیه خود در خیابان‌ها به شکل مسالمت‌آمیز تجمع و راهپیمایی می‌کنند، حالا با سرکوب بیش از پیش و در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفتند. ضرب و جرح معترضین، هجوم به منازل و بازداشت خانه به خانه روش‌هایی است که حکومت از طریق آن قصد دارد صدای معترضان را خاموش کند. اینترنت در اهواز، سوسنگرد، چوش، شادگان، حمیدیه، ایذ، ماهشهر، دسفول،
هندیمشک، آبادان، خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان همزمان با 11 شب اعتراضات همچنان قطع است. یک منبع محلی به ایران اینترنشنال گفته کوی علوی اهواز از دو ورودی اصلی آن تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته و نیروهای امنیتی هر کسی را که در حال خروج یا ورود به این منطقه باشد تفتیش می‌کنند. همچنین منبع دیگری اعلام کرده صبح امروز نیروهای امنیتی همزمان در شهرهای مختلف خوزستان با هجوم به خانه‌ها تعداد زیادی را بازداشت کردند. بر اساس گزارش فعالان مدنی در خوزستان، ده‌ها زخمی این اعتراض‌ها به دلیل نگرانی از بازداشت به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند. شرایط تعدادی از این مجروحان وخیم و امکانات برای درمان آنها محدود است. برخی گزارش‌ها هم حاکی است در مناطقی از اهواز ماموران امنیتی برای بازداشت مجروحان به بازرسی خانه به خانه روی آوردند و تعدادی از مجروحان با همان شرایط به مکان‌های دیگر انتقال داده شدند. همچنین بر اساس اعلام سازمان عفو بین‌الملل 8 نفر تاکنون در جریان اعتراضات مردمی در خوزستان از سوی ماموران امنیتی کشته شدند. این افراد در شادگان، کوت عبدالله، ماهشهر، اهواز، شوش، چمران و ایزه کشته شدند. در ادامه از علی حیدری فعال سیاسی از لاهه هلند پرسیدیم با توجه به اینکه فیلم‌های منتشر شده نشان دهنده جو شدید امنیتی و دستگیری گسترده و خانه به خانه معترضان است، آیا این اقدامات امنیتی می‌تواند مردم معترض خوزستان را وادار به عقب نشینی از خواسته هایشان کند؟ ببینید، بحث جو امنیتی فقط خلاصه هم نمیشه به حضور و در واقع حضور و گزنی نیروهای امنیتی در سطح شهرها. این قضیه، این بحث جو امنیتی به ارتباط پیدا کرده با بحث قطع اینترنت، با بحث قطع برق به طور گسترده در بسیاری از شهرهای که شاهد اعتراض بودن و همچنین گشت و بازداشت خانه به خانه در واقع معترضین. تمام این امور نشون میده که روی کرد جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات در خوزستان و در کل در سراسر ایران روی کرد امنیتیه. این روی کرد امنیتی اگر میتونست در واقع کم بکنه از موج اعتراضات، ما نباید در سالهای اخیر این اعتراضات رو میدیدیم و این اعتراضات به شهرها و استانهای در واقع کل کشور گسترش پیدا نمی‌کرد. علاوه بر این، این روی کرد امنیتی نشون از شکاف عمیق میان حاکمیت سیاسی و جنبش‌ها و اعتراضات مدنی و اجتماعی در ایران رو نشون میده که تشدید این جو میتونه به عمیق‌تر شدن این شکاف ها در ایران و در استانهایی که حالا مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان و کردستان و حتی آذربایجان مطالبات قومی هم علاوه بر مطالبات مدنی دارن، این میتونه شکاف ها رو بیشتر بکنه و عمیق‌تر بکنه و به گسترده شدن این اعتراضات بیانجامه. ببینید، بسیاری از اونایی که آسیب دیدن، آن مجروح، زخمی شدن، از ترس دستگیری یا طبقات امنیتی حضور پیدا نمی‌کنند در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها. فیلم‌ها و ویدیوهای زیادی منتشر شده هم در این اعتراضات هم در اعتراضات پیشین که نیروهای امنیتی دائمی در بیمارستان و در بخش اورژانس‌ها مستقر شده و هر کسی که حالا به نوعی آسیب دیده از طریق اعتراضات تیر خورده یا از طریق تیرهای ساچمه یا آسیب دیده سریعا بازداشت میشن و به مکانهای نامعلومی منتقل میشن. خیلی از این افرادی که بازداشت شدن متاسفانه به دلیل جراحات آسیب‌های جسمی دائمی گرفتن و نتونستن متاسفانه به حالت اولیه و نرمال خودشون بازگردن و همین دلیل در این اعتراضات ما شاهد بودیم که بسیاری به این مراکز مراجعه نمی کنن و در منازل و از طریق حالا اونایی که حداقل از آموزش پزشکی رو بلدن، از آموزش های امدادی رو می دونن درمان میشن که این میتونه تبعات پزشکی و تبعات آسیب‌های زیادی برای این در واقع مجروحان داشته باشه. توضیحات علی حیدری فعال سیاسی از لاهه هلند رو میشنیدید.
ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در همراهی با مردم خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان با سردادن شعارهای سرکوب خشونتبار مردم معترض از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. تجمع ایرانیان مقیم منچستر حمایت خودشون از ملت مظلوم خوزستان، مردم مظلوم خوزستان ابراز می‌کنند. همیشه خوشبار ملت مظلوم ایران است. می‌بینیم اینجا تا حمایت خودمون رو از جنبش اعتراضی مردم خوزستان اعلام بکنیم و خواهش می‌کنیم که کشورهای اروپایی و همچنین دولت‌مندان دیگه حمایت خودشون رو از رژیم فاسد و دیکتاتور آخوند. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر تروری، مرگ بر تروری، مرد بر دیکتاتور. امیدوارم امروز را فقط به خاطر وطن و هموطنانمان در نام یک ایرانی اینجا باشیم. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته سرنگون، سرنگون. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته سرنگون، سرنگون. زخم قدیمی گلوله مگه میشه خواهد که تو به بیگانه دار. و در ادامه چند خبر دیگر. نشریه وال استریت جورنال گزارش داد ایران قصد دارد تصمیم احتمالی آمریکا در آینده برای خروج دوباره از برجام را به موافقت سازمان ملل متحد مشروط کند. این نشریه در گزارشی به بررسی درخواست اخیر ایران از آمریکا طی مذاکرات هسته‌ای پرداخت و نوشت در مذاکرات آمریکا و ایران که از ماه گذشته آغاز و 6 دوره هم ادامه داشته وقفه ایجاد شده و در حالی که ایالات متحده تاکنون به لغو برخی تحریم‌ها برای یا برجام اظهار تمایل کرده، اما مذاکره کنندگان ایرانی خواستار امتیازات بیشتر هستند. اوج گرفتن قیمت‌ها در بازار مرغ با ورود دستگاه قضایی و پلیس بعد تازه‌ای به خود گرفت. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای ترخیص فوری 1000 تن مرغ وارداتی خبر داد. روز گذشته همزمان با گزارش‌های مردمی از تشکیل دوباره صف‌های خرید مرغ، فرمانده انتظامی بوشهر از دستگیری فردی خبر داده بود که به گفته او به خرید مرغ در این استان و انتقال آن به دیگر استان‌ها اشتغال داشت. یک عضو اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه گفته دولت به گونه‌ای به عرصه تولید و عرضه مرغ ورود کرده که دیگر برنامه‌ریزی برای تولید کنندگان ممکن نیست. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از 5 برابر شدن قیمت سیمان خبر داد. ناصر موسوی لارگانی گفته دلیل افزایش 5 برابری قیمت سیمان را قطعی برق عنوان می کنند. اما تکلیف آن بدبختی که مشغول ساخت یک آلونک برای خود است چه می شود؟ این نماینده مجلس همچنین به افزایش قیمت فولاد در روزهای اخیر اشاره کرده. در همین حال رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان گفت سال گذشته 70% سیمان خریداری شده در اختیار 15 نفر بوده است. به گفته یه رضا جمارانیان نه فقط یک سلطان که سلاطین سیمان داریم که هویت آنها مشخص است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته طرح محدود کردن اینترنت که با نام طرح صیانت از فضای مجازی از آن یاد می شود در جلسه علنی امروز مجلس بررسی نمی شود. سید نظام الدین موسوی اما تاکید کرده این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده. این طرح که اعمال گسترده فیلترینگ و ایجاد محدودیت در فضای مجازی را قانونی می کند موجب نگرانی بسیاری از کاربران و کسب و کارهای اینترنتی شده است. در همین رابطه 50 کسب و کار آنلاین در ایران طی بیانیه این طرح را سلبی و نگران کننده خواندند و ضمن هشدار نسبت به محدودسازی سرویس دهندگان خارجی خواهان توقف آن شدند. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم آیا اعتراض‌های مردم در به تأخیر افتادن تصویب این طرح تاثیرگذار بوده و در صورت تصویب این طرح چه اتفاقی برای کاربران و مردم خواهد افتاد؟ بله، اعتراضات البته خیلی گسترده بود، در سطح نیمه حاکمیتی هم بود. من تا فکر نمی‌کنم نفس اعتراضات باعث عقب نشینی در مجلس یا دولت شده باشه. به این خاطر که اولا در حکومت اساساً یه نوع لجبازی با مردم نوع ارزش هست. یعنی شما شخص رهبری نظام رو هم نگاه بکنید
بکنید، موقعی که ابراهیم رئیسی شکست خورد در مقابل حسن روحانی انتخابات قبلی، او رو بلافاصله کرد رئیس قوه قضاییه. بارها ما دیدیم کسانی که مردم بهشون رأی نمیدند، بهشون در واقع رأی نمیدند، حکومت میاد اونها مناسب بالاتر میده. بنابراین نوعی لجبازی اساسا با مردم ارزش هست در حکومت. مجلس بارها طرحهای دیگه‌ای داشته که با اعتراضات خیلی گسترده مردم مواجه شده، اما اون رو دفاع کرده. زمینی که اساسا به نظر میرسه طرح با هدف خفه کردن صدای مردم هست، با هدف نابود کردن در واقع گفتگوی اجتماعی در بین مردم ایران هست. واضح اگر یک کسی بخواد یکی رو خفه بکنه یا بکشه، اعتراض او تأثیری نداره و اگه تصمیم بگیره این کار رو میکنه. بیشتر به نظر میرسه ناشی از اختلافات داخلی در دولت و حکومت هست. قبل از انتخابات دیدیم یک بخش از قوه قضاییه هم دورخیز کرد اینستاگرام رو فیلتر بکنه، که همین آقای ابراهیم رئیسی مانع اون شد. به نظر میرسه بخش تندرو حکومت سعی میکنه از این فاصله که هنوز دولت نیومده استفاده بکنه، تکلیف اینترنت رو مشخص کنه. بالاخره این حکومت باید اینترنت رو ببنده، نمیتونه با اینترنت کنار بیاد، بالاخره باید راه پیدا بکنه. و بخشای دیگه ای از حکومت داره فکر میکنه که چه کاری براش بهتر است و منافعش چطور تامین میشه. ببینید در فاز سیاسی و امنیتی ایران الان 3 طرح برای مواجهه با اینترنت وجود داره. منظورم در سطح حاکمیت هست. از نظر نکات فنی خیلی این طرح عمدتا با هم همپوشانی دارن، خیلی وقتا شبیه هم هستن، شاید در ظاهر اساسا تفاوتی وجود نداشته باشه، اما 3 طرح وجود داره. طرح اول همون طرح اینترنت یا اینترنت ملی هست، همون طرحی که بارها آقای احمد علم‌الهدى ازش دفاع کرده. اصلا خیلی راحت کانکشن‌های ایران با خارج از کشور قطع بشه، یه چیزی ما داشته باشیم اینترنت داخلی، مردم فقط با خودشون حرف بزنن، دیگه هیچ ارتباطی با خارج نباشه. یه طرح دوم در واقع یه طرح اینترنت قطع کردن نسبی هست، یعنی اینکه شبکه‌های مجازی خارجی مثل اینستاگرام قطع بشه، سایر شبکه‌ها هم با کاهش پهنای باند عملاً مردم نتونن ازش استفاده کنن. در این حال یه بخشای فرهنگی، یه بخشای سیاسی، اقتصادی، خبری بتونن مثلا با اینترنت خارج از کشور ارتباط داشته باشن. یه طرح سومی هم هست که اخیراً احمد خاتمی ازش دفاع کرده، گفته این توصیه ولایت هست. طرح اینترنت طبقه بندی شده هست، یعنی شبیه ورژن جدیدی که الان در کره شمالی می‌بینیم. اینکه اینترنت باشه، منتها تا سطح دسترسی برای مردم تعریف شده باشه و مردم احراز هویت شده باشن. بنابراین در اینی که من در موبایلم میتونم اینترنت داشته باشم، طرف بغلی من حتی جرأت نکنه و دسترسی نداشته باشه به اینترنت. این طرح مجلس طرح اول و دوم هست، یعنی به ظاهر از قطع اینستاگرام و یه سری شبکه‌های مجازی و بازی با پهنای باند شروع میشه، اما هدفش نهایتاً اینترنت ملی هست، شبکه داخلی. منتها اینجا حکومت یک حالا مشکل داره، از جمله که خودش هم خیلی آسیب می‌بینه، از جمله که اگه بخواد قطع بکنه شبکه پروپاگاندای حکومت آسیب می‌بینه، از جمله که اگر بخواد قطع کنه دیگه کسی دسترسی نداشته باشه، این هکرهای ایرانی که الان هک می‌کنن و میگن ما نبودیم، اون موقع دیگه نمی‌تونن از خودشون سلب مسئولیت کنن. برای من به نظر میاد حکومت درگیر این هست که نهایتاً بره به سمت طرح سوم، یعنی چیزی که نظر آقای خامنه‌ای است، طبقه بندی کردن اینترنت. و یکی از دلایلی که مجلس در این لحظه از این طرح عقب نشینی کردن به نظر میاد ناشی از این هست که این طرح ارتباط مشخصی با اون طرح در واقع اینترنت طبقه بندی نداره، زمینی که نهاد دولت رو هم میگذاره کنار، به غیر از وزیر دولت و رئیس فضای مجازی نهادهای دیگه‌ای رو قاطی ماجرا میکنه که اساساً اینترنت رو از حوزه مسئولیت مستقیم حاکمیت یه جورایی دور میکنه و خیلی ماجرا سردرگم‌تر از فعلا میشه. توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. سفیر ایران در مسکو میگوید روسیه به دلیل کمبود تولید واکسن به تعهداتش برای صادرات واکسن به کشورهای دیگر عمل نخواهد کرد. کاظم جلالی گفته دریافت واکسن از روسیه فقط پس از بهبود وضعیت واکسیناسیون در خود این کشور ممکن خواهد بود. توضیحات بیشتر در رابطه با این خبر رو از همکارم مصدق پارسا از مسکو بشنویم. مقامات ایران در روزهای گذشته اظهارات مختلفی در مورد اسپوتنیک وی و چگونگی استفاده از او برای واکسیناسیون در ایران اظهاراتی را داشتند که در مورد یک مسائل نرسیدن واکسن اسپوتنیک وی به روسیه بوده و تعهداتی که روسیه داشته، با توجه به اینکه روسیه در سال گذشته 1 میلیارد دوز واکسن به دنیا وعده کرده که تولید بکنه، این تعهدات اجرا نشد و به همین دلیل سفیر ایران واکنش نشان داد. البته بخش دیگری از واکنش آقای جلالی به گفته‌های سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در کلاب هاوس بود که گفته بود خط تولیدی مشترک اسپوتنیک وی بین ایران و روسیه
به درد ایران نمیخوره. همچنان یک عضو مجلس ایران، همچنان که عضو کمیسیون بهداشت هم هست، گفته بود که روسیه میخواد از سهم خط مشترکی که در ایران تولید میشه سهم خودش رو هم برداره و به کشورهای دیگه بده، در حالی که قبلا ظاهرا برداشت در ایران اینطور بوده که این خط فقط برای استفاده داخلی و مصرف داخلی ایران استفاده خواهد شد. به همین دلیل سفیر ایران در روسیه این هزارات رو هم رد کرده و گفته که این یک افتخار مشترک برای دانشمندان ایرانی است که بتونن مشترکاً واکسن اسپوتنیک وی تولید بکنن. و همچنان آقای جلالی گفته که ایران اولین کشوری در منطقه خواهد بود که این خط تولید بکنه، ولی باید درک کرد که کشورهای مختلف مشکلات واکسیناسیون دارن از جمله روسیه، و به همین دلیل روسیه پس از این که وضعیت واکسیناسیون در خود درون کشور بهبود پیدا کنه به ایران واکسن خواهد فرستاد. توضیحات همکارم مصدق پارسا از مسکو در روسیه رو میشنیدید. تظاهرات خشونتبار در اعتراض به ناتوانی دولت تونس در مدیریت بحران کرونا منجر به برکناری نخست وزیر اسلامگرای این کشور و انحلال پارلمان از سوی رئیس جمهور تونس شد. قیس سعید رئیس جمهور تونس اعلام کرد اداره کشور را به عهده خواهد گرفت. مخالفان این اقدام رئیس جمهور را کودتا توصیف کردند. در واکنش به برکناری نخست وزیر، جمعیت شادمان به خیابان‌ها آمدند. رئیس جمهور هم به تظاهرکنندگان در خیابان‌های پایتخت پیوست. پادشاه اردن میگوید پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی که برای هدف قرار دادن اسرائیل شلیک شده در چند مورد به خاک اردن اصابت کردند. ملک عبدالله دوم در مصاحبه با شبکه CNN گفته برنامه هسته‌ای ایران اسرائیل و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس را نگران می‌کند. او گفته فناوری موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در حال گسترش است و حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق گواه این موضوع است. پادشاه اردن گفته کشورهای منطقه حکومت ایران را عامل بسیاری از چالش‌های منطقه می‌دانند. در همین رابطه از کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس پرسیدیم با توجه به اینکه پادشاه اردن گفته پهپادهای ساخت ایران که هدفش اسرائیل بوده در خاک اردن سقوط کرده، آیا این بدین معناست که ایران اسرائیل را هدف حملات پهپادی قرار می‌دهد؟ بله، به نظر میرسه که این مسئله رخ داده و حملات مکرر اسرائیل به داخل خاک سوریه، به خصوص در مرزهای جنوبی سوریه و مرزهای شرقیش در اون منطقه‌ای که مرزهای عراق و اردن و سوریه و لبنان در واقع به هم میرسن، خب نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی و نیروی سپاه خود در اونجا امکاناتی دارن، حتی فرودگاه‌های پهپادی دارن که از اونها برای تلافی علیه اسرائیل استفاده کردن و در مواردی ظاهرا این پهپادها به هدف نخوردن و در خاک اردن سقوط کردن. در این حال آقا ملک عبدالله حتی اشاره به دو نوع به اصطلاح در مورد این پهپادها صحبت کرد، یکیش همین مسئله که شما اشاره کردید که پهپادها هدفشون اسرائیل بوده ولی در اردن سقوط کردن، ولی در جای دیگر از مصاحبه میگه که مورد حمله پهپادهای ایرانی قرار گرفتن. دقیقاً معلوم نیست که اون در واقع این موارد موردی بوده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مستقیما حتی اردن رو مورد هدف قرار دادن، یا این هم در همون زیرمجموعه حملات به اسرائیل بوده که به اصطلاح در اردن سقوط کرده. ملک عبدالله در این مصاحبه حضور ایران از افغانستان تا لبنان و سوریه و یمن و عراق اشاره میکنه به حضور ایران و اینکه این حضور ثبات این کشورها رو تحت تاثیر قرار میده و موجب نگرانی میشه. به مسئله هسته‌ای و پروژه هسته‌ای ایران به طور مشخص اشاره میکنه و اینکه این پروژه هم اسرائیل رو و هم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو نگران کرده. با توجه به اینکه اردن و شخص ملک عبدالله روابط بسیار نزدیکی با آقای بایدن و کلاً با دولت آمریکا دارن و پرونده امنیتی و حقوق بشر اردن در مقایسه با بسیار از کشورهای عرب دیگه‌ای که به طور سنتی با آمریکا رابطه داشتن بسیار بهتر هست و مذاکرات وین هم در حال تعلیق است فعلا، خب این اظهارات که در جریان دیدار آقای ملک عبدالله از آمریکا رخ میده خب بسیار پراهمیت هست و ممکن هست بر روی استراتژی مذاکراتی آمریکا در مذاکرات وین تاثیر بذاره، چرا که ملک عبدالله در واقع نگرانی های کشورهای منطقه رو به اونها منتقل میکنه و اونها این در واقع نگرانی ها رو از زبان کسی میشنوند که خود آقای بایدن به عنوان یک دوست وفادار و بسیار خوب توصیف کرده. توضیحات کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید.
حبیب لاجوردی مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد در 86 سالگی در واشنگتن درگذشت. لاجوردی در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و پس از انقلاب 57 پروژه تاریخ شفاهی ایران را بنیان گذاشت. تاریخ شفاهی ایران مصاحبه با ده‌ها شخصیت تاریخی از جمله شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی را در بر می‌گیرد. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.